تاریخ تمدن قسمت 345 فصل 11 اسپانیا 1300518 این قسمت شیوه های دستگاه تفتیش افکار امروز ما در باب منشأ و مقصد جهان و آدمی چندان مشکوکیم و عقایدمان با یکدیگر چندان متفاوت است که در بیشتر نقاط از سیاست و آزار مردمی که معتقدات دینی مخالفی دارند دست باز کشیده این تصاب کنونی ما بیشتر دامنگیر آن کسانی می شود که بر اصول و مبادی سیاسی و اقتصادی ما ایراد می کنند و وحشت عقیدتی و فکری خیش را بر این زمین توجیه می کنیم که هر گونه شک و تردید در این اصول و مفروضات جا افتاده و حدت ملی و بقای ما را به خطر می افکند. تا نیمه قرن هفته مسیحیان، یهودیان و مسلمانان با حدت و شدتی بیش از ما به مسائل مذهبی توجه داشتند شرایع و, اله و الهیات آنان ستودنی ترین و موسع ترین مایملکشان بود و به آنان که بر این اصل و معتقدات ایراد میگرفتند چون کسی مینگریستند که بر بنیان و شالوده نظم جامعه و ریشه ی حیات بشریت تیشه زنند هر دسته بر پیشانی دیگران داغ کفر و بدبینی میزد دستگاه تفتیش افکار در میان مردمی که اصول و معتقدات مذهبی آنها از تأثیر تعلیم و تربیت و سیر و سیاحت بر کنار مانده و خردشان بسته به عادات و اوهام است سریعتر و زودتر بست میابد تقریبا تمام مسیحیان قرون وسطا تحت تاثیر تحصیل تحصیلات کودکی و محیط پیرامونشان معتقد بودند که کتاب مقدس کلمه به کلمه گفته خداست و عیسی که پسر خدا باشد مستقیما کلیسای مسیحیت را بنیاد نهاده است از این دو مقدمه نتیجه که حاصل می آید این بود خداوند خواستار مسیحی شدن تمام ملت است و عمل به دستور و تعالیم مذاهب غیر مسیحی به خصوص ضد مسیحی اهانتی بزرگ به ذات باری تعالی است. از این گذشته که فردهندگان بدعت می توانستند معتقد باشند که با یافتن و مجازات کردن ملحدان خیشتن را از عذاب ابدی دوزخ می رهانند. احتمال می رود ایزابل نیز در این معتقدات صحیم بود اما فردیناند از آنجا که مردی جهان دیده و سختی کشیده بود شاید در پاره ای از این عقاید شک داشت لکن وی ظاهرا معتقد بود که وحدت عقاید دینی کار حکومت بر اسپانیا را آسان تر می کند و وی را برای دفع دشمنان توانگر می سازد پاپ سیکس توس به تقاضای او و ایزابل در اول نوامبر 1478 توقی صادر کرد و بدانها اختیار داد که شش کشیش را که در قانون کلیسایی و الهیات صاحب درجه باشند به عنوان هیئت مفتشه برگزینند و گذاران را بجویند استنتاق کنند و به کیفر برساند در اینجا مانند آلمان پروتستان و انگلستان قرن بعد برای سه نسل مذهب مطیع و دست نشانده دولت شد اما صورت ظاهر قضیه چنان بود که فردیناند و ایزابل مفتشین را معیم مینمودند و آنگاه پاپ فرمان انتصاب آنها را صادر میکرد. مرجعیت و اعتبار دستگاه تفتیش افکار ناشی از همین فرمان پاپ بود و این طریق دستگاه تفتیش افکار یک مؤسسه روحانی و عضوی از اعضای کلیسا بود که خود عضوی از اعضای دولت به شما می رفت. برای حکومت بود که هزینه این دستگاه را بپردازد و درآمد آن را کلا دریافت بدارد فردیناند و ایزابل بر جزئیات کار آنان نظارت و مراقبت میکردند و از حکم و رأی آن میشد به دانها داد البته اموال محکومی مصادره میشد اما فردیناند از گرفتن رشوه های هنگفت از متهمان ثروتمند برای نسخ کردن حکم دستگاه امتناع میورزید هدف او نفع مادی نبود بلکه اتحاد و یگانگی اسپانیا بود به اعضای دستگاه تفتیش افکار اختیار داده شده بود که از میان روحانیان و غیر روحانیان کسانی را به عنوان معمور تحقیق و معمور اجرا به یاری خود برگزینند. پس از سال 1483 سراسر دستگاه تفتیش افکار زیر نظر یکی از اموال دولت یعنی مفتش عالی دستگاه تفتیش افکار قرار گرفت که معمولا به او مفتش کل گفته میشد. صلاحیت غذایی و حوزه عمل دستگاه تفتیش افکار شامل تمام مسیحیان اسپانیا میشد. دستگاه به یهودیان یا مورهایی که به مسیحیت نگرویده بودند کاری نداشت. تهدیدهای آن متوجه نوکیشانی بود که گمان میرفت به, به دین قدیم خود یعنی یهودیت یا اسلام بازگشتند و یا مسیحیانی که متهم به بدعت بودند تا سال 1492 یهودیانی که به مسیحیت نگرویده بودند مسونتر از تعمید یافتگان بودند کشیشان راهبان و فرایارها درخواست معافیت از تفتیش افکار نمودند اما درخواست آنان رد شد تنها قدرتی که فوق قدرت مفتش کل بود مقام سلطنت بود و در قرنهای بعد حتی این قدرت نیز نادیده گرفته شد دستگاه تفتیش افکار از تمام معموران غیر روحانی مساعدت و همکاری میتلبید و معمولا جواب مساعد میشنید دستگاه تفتیش افکار قوانین و آیین دادرسی خاص خود را داشت از فراز منابر کلیساها از مردم میخواست که هر کس بدعت گذاری سراغ دارد به سمع اعضای دستگاه تفتیش افکار برساند آنها را به خبرچینی و متهم ساختن همسایگان، دوستان و خیشاوندان تحریض و تشویق میکرد به خبرچینان قول راستپوشی کامل و حمایت داده میشد و آن کس که بدعت گذاری را میشناخت و او را رسوا نمیساخت یا در خانه خیش پنهان می داشت به لعن و تکفیر و نفرین گرفتار میشد اگر یهودی تعمید یافته ای هنوز امید آمدن مسیحای دیگری را در سر میپرورانید اگر آین یهودی پرهیز از قضا را رعایت می کرد اگر اعیاد مقدس یهودی را به هر صورت که باشد جشن می گرفت اگر فرزندش را خط نمی کرد یا بدانها نامی ابری می داد یا بیان که نشان صلیب رست کند آنها را دعا و تبرک می نمود اگر با حرکت دادن سر نماز به جای می آورد یا یکی از مزامیر کتاب مقدس را بی آنکه سرود تسبیح یا ستایش را بر آن بیافزاید می خاند اگر هنگام مرگ به دیوار می کرد اینها و اعمال دیگری از این قبیل می بایستی فورا به دستگاه تفتیش افکار گزارش داده شوند به موجب قانونی که شرح بخشایش نامیده می شد هر آن که خیشتن را در مزان اتهام بدعت گذاری احساس می کرد می بیاید و به تقصیر خیش اعتراف کند در این صورت او را جریمه می کردند و یا به کفاره گناهش به کاری وامی داشتند اما اگر شخص بدعت گذار دیگری را لو داد بخشوده می شود. مفتشان مدرک و اسنادی را که به وسیله خبرگزاران و مأموران تحقیق در اختیار آنها گذاشته میشد بررسی میکردند. هنگامی که اعضای محکمه بر جرم بدعت گذاری کسی متفق می شدند حکم بازداشت او را صادر می نمودند متهم را دور از دیگران نگاه می داشتند و به کسی جز مأموران محکمه اجازه دیدار و گفتگو با او را نمی دادند معمولا او را به زنجیر می کردند او را ملزم می ساختند که برای خود بستر بیاورد و هزینه حبس و نگهداری خود را بپردازد اگر برای این منظور پول کافی نمی پرداخت به حد کفایت از اموال وی حراج می کردند بقیه اموال و دارایی او را نیز به وسیله ماموران دستگاه تفتیش افکار ضبط می شد مبادا که چیزی از آن مخفی کنند و یا آنکه برای فرار از مصادره به فروش رسانند انگامی که زندانی را برای محاکمه می آوردن دادگاه که رأی خود را صادر کرده و او را مجرم شناخته بود از وی می‌خواست تا براعت خیش را از جرم نسبت داده شده ثابت کند محاکمه محرمانه و پنهانی بود و متهم را سوگند می‌دادند که در صورت آزاد شدن چیزی از جریان آن فاش نسازد اقاریر شهود علیه وی و نام آنها به وی گفته نمیشد در آغاز به متهم نمیگفتند که چه اتهاماتی بر او زده اند تنها از او میخواستند که کوتاهی و قصور خیش را از معتقدات و عبادات مقرر اعتراف کند و نام تمام کسانی را که به بدعت گذاری میشناسد بازگوید اگر اعتراف و اقرار وی هیئت دادرسی را قانع میساخت به کیفری غیر از مرگ محکوم شد اگر از اقرار سرباز میزد به وی اجازه میدادند تا برای دفاع از خود وکیل مدافعی برگزیند در این حین او را در زندانی مجرد محبوس میکردند در بسیاری از موارد برای آنکه از او اقرار بگیرند می میکردند معمولا محاکمه را ماهها به درازا میکشاندند و زندان و قل و زنجیر کافی بود که متهم را به اعتراف و اقرار آنچه که مورد نظر اعضای محکمه بود وادار سازد متهم را تنها وقتی مورد شکنجه قرار میدادند که اکثریت اعضای محاکمه محکمه که اکثریت اعضای محکمه بر مبنای اینکه شواهد و مدارک موجود در احتمال جرم اما نه به طور یقین دلالت دارد موافقت می نمودند اغلب حتی بعد از فتوای محکمه نیز شکنجه را به امید آنکه ترس و وحشت ناشی از نام شکنجه متهم را به اعتراف وادارت به تعویق میافکندند چنین می نماید که اعضای محکمه از صمیم قلب معتقد بودند که شکنجه به نفع متهمی است که در واقع مجرم شناخته شده از زیرا از, از راه مجبور ساختن به اقرار جزا و کیفر سبکتری نصیبش می شود حتی اگر بعد از اعتراف و اقرار به مرگ محکوم شود میتواند از بخشش و آمرزش کلیسا در هنگام مردن برخورداری یابد و روح خیش را از عذاب دوزخ برهاند در هر صورت اقرار به جرم کافی نبود برای مجبور ساختن متهم به معرفی همدستانش در امر بدعت و یا در جرمی که مرتکب شده بود باز از شکنجه کمک گرفته می شود شهود ضد و نقیز را شکنجه می کردند تا معلوم شود کدام یک حقیقت را می گوید غلامان و کنیزان را شکنجه می کردن تا علیه ولی متانخیش گواهی و شهادت دهند قید سنی نمی توانست کسی را از شکنجه برهاند دختر سیزده ساله و زن هشتاد ساله را یکسان عذاب می کردند اگر قوانین دستگاه تفتیش افکار اسپانیا معمولا شکنجه زن شیرده یا اشخاص ضعیف و, و یا ضعیف القلب و یا آنها را که به بدعت گذاری های کوچک چون اعتقاد به اینکه زنا از گناهان صغیره است متهم بودند من کرده بود شکنجه نمی چندان ادامه یابد که شکنجه شونده را فلج سازد یا از کار بیاندازد و هر وقت که پزشک حاضر در شکنجه دستور میداد داد بایستی متوقف کردند شکنجه تنها می باید در حضور مفتشانی که معمور رسیدگی بدان جرم بودن یک سردفتر یک کاتب یک نماینده اسقف محل اجرا شود طرق شکنجه در جاها و زمانهای مختلف متفاوت بود گاه میشد که دستهای متهم را به پشتش میبستند و سپس با آنها میآویختندش ممکن بود که او را ببندند چنان که نتواند حرکت کند و آنگاه چندان آب در گلویش بریزند که به خفگی افتد ممکن بود که تنابی چند و اطراف بازوان و ساقایش ببندند و چنان محکم کنند که در گوشتهای تنش فرو رود و به استخوان برسد میگویند شکنجه هایی که از طرف دستگاه تفتیش افکار اسپانیا اعمال میشد ملایم تر از شکنجه هایی بود که قبلا توسط تفتیش افکار پاپ ها و محکمه های غیر روحانی آن اصر اجرا میشد شکنجه اصل... شکنجه اصلی شکنجه اصلی و عمده همان حبس طولانی دستگاه تفتیش افکار تنها مدعی قاضی و دادرس نبود بلکه احکام اخلاقی و دینی نیز منتشر می کرد و برای مجازات ها درجاتی قائل می شود. در بسیاری از موارد قسمتی از مجازات را به عذر سن، جه، فقر، مستی و یا خوشنامی متهم و تایب می بخشید. کمترین مجازات توبیخ رسمی بود بالاتر از آن مجبور ساختن متهم به انکار و تکذیب بدعت خیش در ملع عام بود که شخص بیگناه را نیز تا آخر عمر نشاندار میکرد ممکن بود تایب را در حالی که بالا اش را برهنه کردن و گناهانش را برای نقش کرده بودند در کوی و برزن بگرداند گاه میشد که اخلاق... اخلاف وی را برای همیشه از کارهای عمومی محروم کرد... میکردند ممکن بود از شهر و گاهی به ندرت از اسپانیا تبعید کنند او را تا حدی حد که بر تندرستیش لطمه ای وارد نیاید صد یا دیویز ضربه تازیانه می زدن. این مجازات درباره زنان نیست چون مردان اجرا می شود. ممکن بود به زندان و یا اعمال شاقه محکوم شود و این مجازات اخیر را فردیناند به حال دولت مفیدتر میدانست و ممکن بود که به پرداخت قرامتی سنگین و یا مصادره اموالش محکوم شود در چند مورد که تنی چند از مردگان به بدعت گذاری متهم شدند متهمان را پس از مرگ محاکمه کردند و به ضبط اموالشان محکوم ساختند و به این طریق وارثان آنها را از ارث محروم کردند به کسی که از بدعت گذاری مردم فوت شده خبر میداد سی تا پنجاه درصد آنچه را که به دست دستگاه تفتیش افکار میافتاد میدادند ثروت بلای جان صاحبش بود و وسوسه گر خبرچینان مفتشان و حکومت چون پول به کیسه اعضای دستگاه تفتیش افکار جاری شد دیگر برای حفظ دین به اندازه به, د... به اندازه به دست آوردن طلا حرارت به خرج نمیدادند و فساد از راه دینداری در همه جا پیچید زنده سوزانیدن کیفر و جزای نهایی بود این مجازات خاص کسانی بود که به بدعت های بزرگ متهم بودند مجرم شناخته شده و قبل از اعلام رأی نهایی دادگاه به گناهان خود اعتراف نورزیده بودند یا خاص آنهایی بود که به موقع به تقصیر خیش اعتراف ورزیده و چون مورد بخشایش قرار گرفته و از گناه تطهیر یافته بودند دوباره پیرامون بدعت, گزار... دوباره پیرامون بدعت گزاری گشته بودند دستگاه تفتیش افکار ادعا میکرد که خود کسی را به قدر نرسانده بلکه محکومان را تحویل مقامات دولتی داده است حضور رسمی ماموران کلیسا در مراسم سوزاندن مسئولیت و دخالت کلیسا را در این کار به روشنی نشان میدهد جریان محاکمه و کیفردهی در آغاز ساده بود آنها را که به مرگ محکوم گشته بودند به میدان بزرگ شهر می بردند و به ردیف بربارهای بارای تلی از هیزم می بستند اعضای دستگاه تفتیش افکار بر سکوی در روبروی محکومان با جلال و جبروت می نشستند برای آخرین بار به محکومان فرصت اقرار و اعتراف داده می شد سپس حکم دادگاه اعلام می شد هیمه ها را آتش می و به زجر و عذاب محکومان پایان می دادند اما چون این سوزاندن ها مکرر گشت و مقدار زیادی از ابهت و نیروی را که از لحاظ روانشناسی داشت از دست داد جریان محاکمه و کیفردهی مفصلتر و پر شد و به صورت یک صحنه مجلل و عظیم نمایشی درآمد. برای آخرین بار کوشش می شد که از محکوم اقرار بگیرند بسیاری در این هنگام تسلیم می شدن و محکومیت آنها به زندان ابد یا زندان برای مدت معینی تخفیف پیدا می کرد. صبح فردا زندانیان را که عبارت بودند از شیادان، کفگویان، مردان دوزنه یا زنان دوشوهره، شوهره، مرتدها و بعدها پروتستانها از میان انبوه متراکم جمعیت به میدان شهر می بردند. گاهی تمثال محکومان قایب و صندوق استخوان اشخاصی را که پس از مرگ به بدنینی محکوم شده بودند در زمره زندانیان به میدان می آوردند گهگاه شاه نیز در این مراسم حضور می آفد خطابه تقریر می شد و پس از آن از تمام هزار سوگن و پیمان وفاداری به دستگاه مقدس تفتیش افکار می و آنان را ملزم می ساختند که بدعتگذاری را به هر صورت و در هر جا که باشد تعقیب کنند و خبر دهند پس از آن زندانیان را یک به یک در برابر محکمه می آوردن و حکم دادگاه را بر آنها می خاندن. اگر تصور کنیم که محکومان از خود دلیران دفاع می کردن به خطا رفته ایم گمان می رود که زندانیان در این مرحله روحن و جسمن چندان فرسوده بودند که توانایی دفاع از خویشتن را نداشتند. حتی در این زمان اگر کسی به خطا و جرم خود اقرار می کرد از مرگ نجات می آفت. در این صورت دستگاه تفتیش افکار به تازیان زدن ضبط اموال و حبس ابد بسنده میکرد اگر شخص گناهکار پس از اعلام حکم تن به اقرار میداد وی را پیش از سوزاندن خفه میکردند و چون این اقرارهای بازپسین دم زیاد بود زنده سوزانیدن محکوم به ندرت اتفاق میافتاد آنان که جرمشان به گذاری عمده بود اما تا دم آخر منکران میشدند از آخرین آینهای مقدس محروم میشدند و به این طریق به تصور دستگاه تفتیش افکار برای همیشه در کام دوزخ برای همیشه در کام دوزخ عذاب میکشید تایبان و تطهیریافتگان را دوباره به زندان می بردند توبه ناکردگان را تحویل مقامات دولتی می دادند و از راه دینداری مأموران را از اینکه خونی ریخته شود بر حذر می داشتند معموران محکومان را از میان جمعیت انبوی که از اطراف برای دیدن این منظره تماشایی گرد آمده بودند به خارج شهر می بردن. وقتی به محلی که برای که فردهی آماده شده بود می رسیدن آنران را که اقرار کرده بودند خفه می سپس می و آنان را که اعتراف نکرده بودند زنده تومه آتش می ساختند. به آتش آنقدر سوخ می دادن که از اجساد جز خاکستر چیزی باقی نماند و آن را نیز بر دشتها یا بر روی نرها می پاشیدند. کشیشان به کلیساها و تماشاگران به خانه هایشان باز میگشتند در حالی که معتقد بودند به کفاره بدعت های اهانت پیشکش های مناسبی به خداوند تقدیم داشتند قربانی کردن انسان از نو رواج یافته بود دست پیشرفت دستگاه تفتیش افکار 1480 1516 نخستین اعضای دستگاه تفتیش افکار را فردیناند و ایزابل در سپتامبر 1480 برای ناحیه سویل منصوب کردند بسیاری از نوکیشان سویل به دهستانها گریختند و به دامن خواوندهای فئودال درآویختند اینان مایل به حمایت پناهندگان بودند ولی اعضای دستگاه تفتیش افکار به تکفیر و مصادره اموال تهدیدشان میکرد و خواوندها از ترس پناهندگان را تسلیم مینمودند در خود شهر ای از نوکیشان بران شدند که به مقاومت مسلحانه دست یازند. لکن رازشان فاش گشت و کسانی که در توطعه دست داشتند گرفتار آمدند و دیری نگذشت که سیاه چالها پر شدند محاکمات با شتابی خشمالود پشت سر هم آغاز شد و نخستین مراسم سوزاندن در, در آتش دستگاه تفتیش افکار اسپانیا در روز ششم فوریه 1481 با سوزاندن شش زن و مرد برپا شد تا چهارم نوامبر همان سال 298 تن تعمه آتش گشتند و 79 تن به حبس ابد محکوم شدند در 1483 به تقاضا و معرفی فردینان و ایزابل پاپ چهارم فرایاری از فرقه دومینیکیان را به نام توماس دتور کمازا به ریاست دستگاه تفتیش افکار سراسر اسپانیا برگماشت وی خشک مقدس فساد ناپذیر و متعصبی بود که تجمل خوشگذاره را خار می داشت با حرارت کار می کرد و خوشحال بود که در موقعیت فعلی می تواند به تعقیب و ریشکن کردن بدعتگزاران به مسیح خدمت کند اعضای دستگاه تفتیش افکار را به خاطر ملایمت و مداراگریشان به باد سرزنش گرفت بسیاری از تبره شدگان را دوباره به محاکمه خواند و دستور داد تا از یهودی های تلدو به زور شکنجه حتی اگر تا, تا سرحد مرگ باشد نام نوکیشانی را که دوباره به دین یهود گرویده اند را بازجوید پاپ الکساندر ششم که در آغاز تلاش وی در کارهایش دیده بود و به دید تحسین نگریسته بود اینک از شدت عمل و سختگیری های او لرزه بر پشتش افتاد در سال 1494 به دو فرمان داد که دو مفتش کل دیگر را در کار خود شریک سازد ترک کمازا نفوذ خود را بر این دو دستیار حفظ کرد و چنان رئیس و پیشوای با عزم دستگاه تفتیش افکار باقی ماند و آن را به صورت امپراتوری در امپراتوری درآورد که قدرتش پهلو به پهلوی قدرت فرمان روایان اسپانیا یعنی فردیناند و ایزابل میزد به تحریک وی دستگاه تفتیش افکار در سیواداد رئال طی دو سال 1683 1486 این کشور سه سال پنجاه و دو تن را سوزانید املاک 220 پناهنده را مصادره کرد و 181 تایب را به مجازات رسانید مفتشان چون مرکز خود را به طول دو منتقل ساختن در ظرف یک سال 750 نفر از یهودیان تعمید یافته را بازداشت و یک پنجام داراییشان را ضبط کردند. محکومشان ساختند که در لباس توبکاران شش جمعه از کوی و برزن شهر عبور کنند و خیشتن را تازیانه زنند 1486 همان سال مراسم سوزاندن در تولدو برگزار شد و 1650 تن دیگر بر شمار تایبان افسوده شد همین کارها را در والیو زلیز گوادالوپه و دیگر شهرهای کاستیل به موقع اجرا گذاشته شد آراگون با شجاعتی ناشی از نومیدی در برابر دستگاه تفتیش افکار مقاومت کرد کلانتران شهر تروئل دروازه ها را بر روی اعضای دستگاه تفتیش افکار بستند این امر سبب شد که کلیسا کشیشان را به جای آوردن فرایز و شعایر دینی در شهر باز دارد فردیناند حقوق و مستمری شهرداریها را نپرداخت و برای مجبور ساختن مردم به اطاعت سپاهی به آنجا گسیل داشت کشاورزان اطراف که همیشه با, شهر... با شهریها خصومت داشتند به یاری دستگاه تفتیش افکار شتافتند زیرا به آنها وعده داده شده بود که با متهم ساختن اربابانشان از پرداخت اجاره و دیونی که دارند آسوده میشوند ترویل تسلیم شد و فردیناند اعضای تفتیش افکار اختیار داد که هر کس را گیگمان می کنند در مخالفت دست داشته است از شر تبعید کنند در ساراگوسا بسیاری از کهن مسیحیان با نو مسیحیان به اعتراض علیه دستگاه تفتیش افکار هم دست شدند هنگامی که علیرغم اعتراض آنها دستگاه تفتیش افکار دیوان محاکمات خود را تشکیل داد بعضی از نوکیشان یکی از اعضا را کشتند 1485 این اشتباه اشتباه مرگاوری بود زیرا اهالی وحشت زده به خیابان ها ریختند و فریاد برآوردند که نوکیشان را بسوزانید اسقف اعظم محل با دادن وعده رسیدگی سریع مردم را آرام ساخت تقریبا تمام توطئه‌گران گرفتار شدند و به مجازات رسیدند یک تن از فراز برجی که در آنجا محبوسش کرده بودند خود را به پایین افکند و جان سپرد دیگری شیشه چراغی را شکست و خورده های آن را بلعید و ماموران او را در زندانش مرده یافتند کورتس شهر والانس از دادن اجازه عملیات به مفتشان خودداری کرد فردیناند به اموال خود دستور داد که همه مزاحمین را گرفتار سازند در نتیجه والانس نیز تسلیم شد پادشاه به پشتیبانی از دستگاه تفتیش افکار عناصر استقلال طلب آراگون را یکی پس از دیگری مورد تجاوز قرار داد اتفاق کلیسا و سلطنت اسلحه تکویر و شمشیر سپاهیان تواناتر از آن بود که ایالات یا شهرها به تنهایی در برابرش مقاومت کنند در سال 1488 تنها در والانس 983 نفر به بدعت محکوم و صدها تن تقمه آتش شدند پاپا به استفاده از دستگاه تفتیش افکار به عنوان افزاری در دست دولت چگونه می نگریستند بدون شک از نظارت مقامات دولتی در این کار بیزار بودند و از قرار معلوم شفقت آنها برانگیخته میشد و در برابر قرامت های سنگین که برای تبرعه از حکم دستگاه تفتیش افکار به دولت پرداخته میشد ساکت نمی توانستند بنشینند چند تن از پاپا کوشیدند تا جلوی پیشرفت آن را بگیرند و در چند مورد قربانیان آن را تحت حمایت خود گرفتند در سال 1482 پاپ سیکس چهارم صادر کرد که اگر اجرا میشد بسات دستگاه تفتیش افکار را د... بسات تفتیش افکار از آراگون برچیده میشد وی شکایت کرده بود که مأموران دستگاه تفتیش افکار پیش از آنکه دلسوز دین و مذهب باشند شیفته طلا و پولند و مسیحیان خوب و مؤمن را به شهادت مشکوک دشمنان و غلامانشان زندانی ساخته شکنجه کرده و سوزانیدند وی فرمان داد که در آینده هیچ مفتشی نباید بدون حضور و موافقت نماینده اسقف محلی دست به کار تفتیش بزند و نام ادعای متهم کنندگان باید به اطلاع متهم برسد و زندانیان دستگاه تفتیش افکار باید در زندانهایی که در زیر نظر اسقف نشین اداره می شوند محبوس کردند و به آنها که به حکم دستگاه تفتیش افکار اعتراض دارند باید اجازه داده شود که از مقام پاپ تقاضای دادخواهی کنند و در این صورت جریان محاکمه تا صدور فرمان پاپ باید موفق بماند و تمام کسانی که به بدعت گذاری متهمند چون به گناه خیش اقرار نمودند و توبه کردند باید مورد بخشایش قرار گیرند و از آن پس از تعقیب و آزار در امان باشند تمام محاکمات و احکامی که در گذشته برخلاف این مقررات و شرایط جاری شده بودند باطل و ملغا شدند و اعلام شد که تمام کسانی که از آن به بعد این مقررات را رعایت نکنند تکفیر خواهند شد این فرمان فرمان روشنبینانه ای بود و از روی خلوص و صفای باطن صادر شده بود معهازا باید در نظر آوریم که این فرمان منحصر به آرگون بود شهری که نوکیشانش برای تحصیل آن راد مردانه به پای خواسته بودند هنگامی که فردینان از اجرای فرمان سرپیچید و مأمور ابلاغ آن را توقیف کرد و به اعضای دستگاه تفتیش افکار دستور داد که چون سابق به کار ادامه دهند پاپ سیکستوس قضیه را دیگر دنبال نکرد و پنج ماه بعد اجرای توقیف خود را معلق ساخت نوکیشان ناامید و مستعصل سیل پول به روم روان ساختند و از احکام دستگاه تفتیش افکار تأمین و بخشودگی خواستند روم پول ها رو پذیرفت و برای آنها امان نامه و آمرزش نامه فرستاد اما اعضای دستگاه تفتیش افکار اسپانیا به حمایت فردیناند بدان اتنایی نکردند و پاپا پا که به... که به دوستی فردیناند و خراج سالانه اسپانیا احتیاج مبرم داشتند برای اجرای احکام خود پافشاری به عمل نیاوردند آمرزش نامه ها که مردم برای به دست آوردن آنها پول میدادند ابتدا صادر و سپس لغو شد گهگاه پاپا بر سر فرمانهای خود نیست دادن و مفتشین را به اتهام عدم اجرای آنها به روم فرا میخواندند پاپ الکساندر ششم کوشید که از سختگیری دیوان محاکمات دستگاه تفتیش افکار بکاهد یولیوس دوم فرمان داد که یکی از اعضای دستگاه را به نام لوسترو به جرم خطاکار محاکمه کنند نیز مفتشان تولدو را تکفیر کرد پاپ پاپلئو عقیده به سوزاندن بدعت گذاران را بدعتی قابل سرزنش و توبیخ اعلام کرد اینک ببینید مردم اسپانیا در برابر دستگاه تفتیش افکار چه واکنشی نشان دادند طبقات بالا و اقلیت تحصیل کرده در برابران اندکی مقاومت و مخالفت نمودند قاطب مسیحیان با عملیاتان موافق بودند جمعیتی که هنگام برگزاری مراسم سوزاندن به تماشا گرد می آمدند جز دشمنی و نفرت نسبت به محکومان اظهار ترحم و شفقتی نمی کردند. در بعضی نقاط همین تماشاگران بر سر قربانیان می ریختن و آنها را می مبادا با اعتراف و طلب بخشایش از سوختن نجات یابند مسیحیان در خرید اموال حراج محکومان سر و دست می شکستند شمار قربانیان چقدر بود لورنته تعداد آنها را در خلال سال 1480 تا 1488 -8 سال 8800 تن سوخته 94500 تن محکوم به مجازاتهای دیگر و در فاصله سال 1480 تا 1808 31900 سوخته 291500 تن محکوم به مجازاتهای سنگین تخمین میزند این ارقام ارقام اغلب حدسی هستند اما هیچ آماری نمیتواند نشان دهد که مردم اسپانیا در آن شبان و روزان در چه ترس و وحشتی سر می کردند. اشخاص چه زن چه مرد حتی در جرگه خانوادگی خیش مراقبت و مراقب و مواظب کلمه به کلمه سخنان خود بودند مبادا سخنی انتقادآمیز بر حسب اتفاق آنها را به یکی از زندانهای دستگاه تفتیش افکار روان سازد تفتیش افکار فشاری فکری و ذهنی بود که در تاریخ نظیر نداشت آیا دستگاه تفتیش افکار در آنچه میخواست موفق شد بلی در رسیدن به هدفی که خود اعلام داشته بود یعنی رهایی دادن اسپانیا از بدعت آشکار توفیق یافت آنان که میاندیشیدند دستگاه تفتیش افکار همیشه بیفایده و بلاثمر است باطل میاندیشیدند و خیشتن را میفریبند همین دستگاه تفتیش افکار بود که آلبیگایان و هوگنوها را در فرانسه کاتولیک ها را در انگلستان اصر الیزابت و مسیحیان را در ژاپن نابود ساخت و در قرن 16 جماعات قلیلی را که در اسپانیا به نهضت پروتستان التفاتی داشتند مزمحل کرد از سوی دیگر به احتمال قوی همین دستگاه تفتیش افکار بود که نهضت پروتستان را در آلمان اسکاندیناوی و انگلستان بر اثر ترسی که از استقرار آین کاتولیک در مردم به وجود می آورد تقویت نمود مشکل است که بگویین دستگاه تفتیش افکار در پایان دادن به عصر درخشان و طلای تاریخ اسپانیا اصری که از کریستوف کلمب تا ولاسکوز ادامه یافت 1492 1660 چه سهمی داشت دستگاه تفتیش افکار معلول و در عین حال علت تمایلات انحصاری و شدید مردم اسپانیا نسبت به آین کاتولیک بود و این روحیه مذهبی بر اثر قرنها مجادله با مورهای کافر در آنها پرورش یافته بود رو داریم شاید ناتوان شدن اسپانیا بر اثر جنگ های توان فرسای شارل پنجم و فیلیپ دوم و ضعف اقتصادی آن بر اثر پیروزی های بریتانیا بر دریا و سیاست و خط مشی پول, دوستانه حکومتش در زوال و انحطاط آن بیش از تفتیش افکار موثر بوده است شگفت آن است که در نظر دستگاه تفتیش افکار اسپانیا جادوگری توهم و فریبی بود که بیش از آن که سزاوار تنبیه و مجازات باشد در خور ترحم و دلسوزی بود تفتیش افکار و تعقیب و سوزاندن جادوگران هر دو مظهر اصلی هستند که شرع و الهیات آنگونه آدمکشی را کاری ضروری میدانست همچنان که قتل عامهای میهن دوران ما ناشی از ضرورت آدم کشی به خاطر اعتقادات سیاسی و نژادی می شوند. ما باید بکوشیم تا اینگونه گونه ها را در شرایط زمانی آنها بفهمیم ورنه امروز این نهزتها ها چیزی به جز جنایات تاریخی غیرقابل بخشایش نیستند برای فکر بشر دشمنی خطرناکتر و مرگ آورتر از ایمانی خشک و اعتراض ناپذیر نیست خروج بنی اسرائیل هر دستگاه تفتیش افکار آن بود که همه مسیحیان را چه کهنه و چه نو بترساند و دست کم به رعایت زواهر دین وادار سازد بدان امید که بدعت در نطفه بمیرد و دومین یا سومین نسل یهودیان تعمید یافته از دین اجدادی خیش دست باز کشند به هیچ وجه قصد آن در میان نبود که به یهودیان تعمید یافته اجازه خروج از اسپانیا داده شود هنگامی که اینان بران شدند که کوچ کنند فردیناند و دستگاه تفتیش افکار جلوشان را گرفتند اما, یهو... اما, یهودیان تعمید نیافته در حدود 235 هزار تن در اسپانیای مسیحی باقی ماندند اگر به این عده اجازه داده میشد که عبادت و مراسم دینی خود را به جای آورند و آن را تبلیغ کنند وحدت ملی چگونه میسر میشد ترک ماذا این وضع را امکان ناپذیر میدانست و سفارش کرد که یا همگی را به زور تمید دهند و به مسیحیت درآورند یا از اسپانیا بیرون رانند فردیناند مرد مردد بود وی از ارزش اقتصادی استعداد یهودیان در بازرگانی و مالی آگاه بود اما به وی گفته بودند که آنها نوکیشان را شماتت می کنند و برانند که حتی اگر پنهانی هم شده آنها را به یهودیت بازگردانند پزشک مخصوص وی ریباس آلتاس که یهودی تعمید یافته بود متهم شد که بر طبق که بر طوق گردنش گلوله ای از طلا آویخته است که در آن تصویری از وی در حال بیحرمتی کردن به مسیح مصروف قرار دارد اتهامی باور نکردنی بود من پزشک بیچاره را سوزاندند 1488 نامه های جل کردند که در آنها یک پیشوای یهودی اهل قسطنطنیه به رئیس یهودیان اسپانیا توصیه کرده بود که مسیحیان تا آنجا که میتوانند بدزدند و مسموم کنند یک نوکیش را به اتهام آنکه فتیر متبرک در کوله بارش بازداشت کردند او را چندان شکنجه دادند که اقرارنامه ای امضا کرد که در آن ادعا میشد شد ششتن نوکیش به همراه ششتن یهودی یک کودک مسیحی را کشتند تا قلبش را در یک آین جادویی که نتیجه مرگ تمام مسیحیان و ازمهلال مسیحیت بوده است به کار برند اعترافات شکنجه شدگان با یکدیگر منافات داشت و هیچ جا خبر از یک کودک گمگشته یافت نشد با وجود این چهار یهودی را سوزاندند و دو نفر از این چهارتن را پس از آنکه که با گازنبورهای داغ و آتشین تکه پاره کردند به آتش افکندند این وقایع و اتهامات افکار عمومی را برای اخراج یهودیان تعمید نیافت از اسپانیا آماده ساخت هنگامی که گرانادا تسلیم شد 5 نوامبر 1491 و نتیجه فعالیت‌های صنعتی و بازرگانی مورها آید اسپانیای مسیحی گشت سهمی که یهودیان مسیحی نشده در پیشرفت اقتصادی کشور داشتند ناچیز جلوه کرد در این میان تعصبات و خشک مقدسی مردم بر اثر مراسم سوزاندن چنان انگیخته شد که صلح و امنیت جامعه بدون آنکه دولت یهودیان را یا تحت حمایت گیرد یا از اسپانیا بیرون راند امکان پذیر نبود در سی مارس 1492 که یکی از سالهای پرهیاهوی تاریخ اسپانیاست فردیناند و ایزابل فرمان تبعید را صادر کردند تمام یهودیان تعمید نیافته میبایست تا سی و اسپانیا را ترک گویند و دیگر باز نگردند جزای آنکه باز میگشت مرگ بود در این مهلت کوتاه یهودیان میبایست اموال و املاک خود را به هر قیمتی که میتوانند به فروش برسانند آنها که میتوانستند اموال منقول و براتا و حواله هایشان را امراه بردن اما اجازه بردن پول رایج خواه طلا خواه نقره را نداشتند آبراهام سینیور و اسحاب آبراول مبلغی هنگفتی به فردیناند و ایزابل تقدیم داشتند تا فرمان تبعید را مسترد دارد ولی آنها نپذیرفتند از طرف مقام سلطنت اتهامی به یهودیان زده نشد جز قصد اقبال و بازگردانیدن نوکیشان به دین سابق طلبهای آنان از مسیحیان یا مورها تنها در سررسیل قابل تعدیه بودند و تبعیدیان ها نمی توانستن به توسط وکیل یا نماینده خود اگر, چسی، اگر چنین کسی پیدا می طلب خود را مطالبه مت... کنند و یا حواله مطالبات خود را با تنزیل به مسیحیانی که خریدار آنند بفروشند در این شتاب قهری دارای یهودیان به قیمت ناچیزی به چنگ مسیحیان افتاد خانه ای در ازای استری از فروخته شد تاکستانی به لباسی بعضی از یهودیان از شدت یه از خانه های خود را آتش دادند احتمالا برای گرفتن حق بیمه آن و بعضی دیگر خانه را به شهرداری ها واگذاشتند کنیسه ها را مسیحیان به تصاحب در آوردند تا با اندک تغییری به کلیسا تبدیل کنند گورستان های قوم یهود را به چراگاه تبدیل کردند طی چند ماه قسمت اعظم ثروت بیکرانی که یهودیان اسپانیا در ظرف قرنها ها گرد آورده بودند تباه شد قریب پنجاه هزار تن از یهودیان قبول مسیحیت کردند و اجازه اسکان یافتند بیش از ست هزار تن اسپانیا را ترک گفتن و سفر دور و دراز و اندوه آوری را آغاز کردند یه تیکه اضافه کنم که یهودیا در ورود اسلام به اسپانیا خیلی کمک کردند و یا خوشحال شدند چون مسیحیا قبل از ورود اسلام هم یهودیا را اذیت میکردند واسه همین هم اینقدر منفور بودن بعد که مسیحی ها مسلمان را از اسپانیا بیرون کردن حالا می بینید که این اتفاقات داره واسهشون میفته خب یه قلوب آب با اجازتون بخورم ادامه بدم <خصوص> <خصوص>, <خصوص> <خصوص> بیش از صد هزار تن اسپانیا را ترک گفتند و سفر دور و دراز و اندوهاوی را آغاز کردند قبل از خروج تمام پسران و دخترانی را که بیش از دوازده سال داشتند به عقد یکدیگر درآوردند جوانان پیران را کمک کردند و توانگران دست بینوایان را گرفتند سفر دور و دراز آنان بر پشت اسب و استر و یا در گاری یا پیاده آغاز شد مسیحیان خوب و نیکدل چه آمی و چه روحانی در منازل میان راه آنها را به قبول تعمید و مسیحیت فرا خاندن. اما پاسخ رد دادند و پیروان خود را مطمئن ساختند که خداوند با پدید آوردن معبری در دریا آنها را به سرزمین موعود رهبری خواهد کرد همچنان که پدرانشان را رهبری نموده است مهاجران که در کادیس گرد آمده بودند با یک دنیا امید به دریا چش دوختند تا آب از هم بشکافت و آنان بیان که پر قبایشان تر شود به آن سو به افریقا روان شود اما چون واقعیت رویای شیرینشان را برهم زد برای عبور با کشتی پولهای گذاف پرداختند طوفان کشتی های آنها را که 25 فروند بود از هم دور ساخت و 15 کشتی را دوباره به ساحل اسپانیا بازگرداند و بسیاری از مسافران نومید این کشتی ها قبول تعمید کردند زیرا سرگیجه و دلوره دریا را از آن بدتر یافته بودند پنجاه تن از یهودیان که کشتیشان در نزدیک سبیل شکسته بود گرفتار و گرفتار مدت دو سال زندانی شدند و سپس به غلامی بردگیشان فروختند هزاران تن یهودی دیگر از جبل و تارق، مالاگا، والانس و یا بارسلون گذشتند و دریافتند که در سراسر جهان مسیحیت تنها ایتالیا است که با نوع دوستی آنها را به خاک خود راه می دهد مناسب این مقصد برای مهاجران پرتغال بود عده کثیر یهودیان از قبل در آنجا وجود داشتند برخی از آنها در حمایت پادشاهان برخی از آنها در حمایت پادشاهان دوستمنش پرتغال به مقامات مالی و سیاسی رسیده بودند اما ژان دوم از کسرت یهودیانی که از اسپانیا آمده بودند و حدود هشتاد تن بودند به وحشت افتاد به دانا هشت ماه مهلت توقف داد به شرط آنکه پس از آن پرتغال را ترک در میان آنها تا اون شیوع یافت و به مسیحیان نیز سرایت کرد و آنها اخراج بلادرنگ یهودیان را خواستار شدند ژان با فراهم ساختن کشتی های ارزان قیمت حرکت مهاجران را تسهیل کرد اما آنها از آنها که خود را به دین کشتی ها سپردن مورد تجاوز قرار گرفتند و اموالشان به قارت رفت بسیاری را بر سواحل متروک افکندند تا از گرسنگی جان سپردند و یا به غلامی مورها در افتادند یکی از کشتی ها که 250 یهودی بر آن بودند به علت آنکه هنوز تا اون در میان مسافرانش بیداد میکرد اجازه نیافت که در هیچ بندری لنگر اندازد و چهار ماه تمام آو... ماه تمام آواره دریا بود دریا زنان خلیج بیسکی کشتی دیگری را گرفتند اموال مسافران را به یغما بردن سپس کشتی را به مالاگا راندند و در آنجا کشیشان و دادرسان مسیحی یهودیان را مختار گذاشتند که یا قبول مسیحیت کنند یا از گرسنگی بمیرند چون پنجاه تن از آنها مردند مقامات محلی آبونانشان دادند فرمان دادند که به سوی آفریقا بادبان برکشند هنگامی که هشت ماه مهلت به پایان رسید ژان دوم آن دسته از مهاجران یهودی را که هنوز در پرتغال باقی مانده بودند به بردگی فروخت کودکانی را که کمتر از پنج سال داشتند از پدر و مادرشان جدا کرد و به جزایر سنت تامس فرستاد تا آنها را مسیحی بار از آنجا که هیچ التجا و التماسی نمیتوانست مأموران را از اجرای حکم باز دارد برخی از مادران خود و فرزندانشان را غرق کردند تا داغ جدای آنان بر دلهایشان ننشیند جانشین جان یعنی مانوئل نفس نجات بخشی به جان یهودیان دمید آنهایی را که جان به بردگی گرفته بود آزاد ساخت و واعظان را از تحریج مردم علیه آنان بازداشت داشت به دادگاه فرمان داد که از هر دعاوی مربوط به قتل کودکان مسیحی به دست یهودیان خودداری کنند زیرا این دعاوی داستانهای چین توزانه ای بیش نیستند اما در این میان مانوئل و ایزابل دختر و وارث فردیناند و ایزابل نرد عشق باخت و خواب آن دید که دو پادشاهی را در یک بستر متحد سازد فرنیناند ایزابل با ازدواج وی و دخترشان موافقت کردند بدان شد که تمام یهودیان تعمید نیافته را خواه بومی خواه مهاجر از پرتغال بیرون کنند مانوئل که دوست می داشت افتخار از پی افتخار نصیبش شود موافقت کرد و فرمان داد که تمام یهودیان و مورهای قلم رو قلم روی او یا به مسیحیت گرایند یا پرتغال را ترک گویند 1496 چون دید که تنها معدودی قبول تعمید نمودند نیز چون نمیخواست شیرازه بازرگانی و صنعت کشورش که یهودیان با استعدادهای عالی خود به هم بافته بودند به گسلت دستور داد که تمام کودکان کمتر از پانزده سال یهودی را از والدینشان جدا کند و اجبارا تعمید دهد روحانیان کاتولیک با این عقیده مخالفت ورزیدند لاکن سودی نکرد و فرمان اجرا شد اسقفی میگوید من به چشم خیش دیدم که کودکان را از گیسوانشان گرفته بودند و به لب حوض تعمید میکشاندند بعضی از یهودیان به اعتراض نخست فرزندان و سپس خودشان را کشتند مانوئل خشمگین شد و موعد عظیمتشان را به تعویق افکند و سپس فرمان داد که همگی را به زور تعمید دهند مردان را از ریش و زنان را از گیسوانشان گرفتند و به کلیسا کشاندند و چه بسیار از آنها که در راه خود را کشتند نوکیشان پرتغالی عریضه ای برای پاپ الکساندر ششم فرستادن و میانجیگری و شفاعت وی را خواستار شدند از پاسخ وی چیزی نمیدانیم احتمال دارد که مساعد حال یهودیان بوده باشد زیرا مانوئل بعدا مه 1497 به تمام یهودیانی که به زور تعمید یافته بودند 20 سال مهلت قانونی داد که در طی این 20 سال نمیتوانستند آنها را به اتهام پیروی از دین یهود به محاکمه فراخوانند اما مسیحیان پرتغالی به رقابت های اقتصادی یهودیان خواه تعمید یافته خواه نیافته با دیده انزجار می نگریستند هنگامی که یکی از یهودیان در وجود جزئی که مسیحیان مدعی بودند در کلیسایی در لیسبون وقوع یافته شک کرد مردم قطعه کردند 1506 سه روز تمام قتل عام یهودیان ادامه داشت 2000 یهودی کشته و صدها هم به شدند روحانیان عالی مقام کاتولیک شورش را به باد مذمت گرفتند و مردود دانستند و دو تن از فرایارهای فرقه دومنیکیان را که مردم را به شورش تحریک کرده بودند به مرگ محکوم ساختند از این واقعی که بگذریم مدت یک نسل تقریبا صلح و آرامش برقرار بود خروج پرمشقت بنی اسرائیل از اسپانیا پایان پذیرفت اما وحدت دینی مورد انتظار حاصل نیامد مورها باقی بودند اگرچه گرانادا تسخیر گشته بود لکن آزادی مذهب اهالی مسلمان نیست از شده بود اسقف اعظم که به فرمان گرانیدا مأمور شده بود این زمانت را با دقت زیاد رعایت می کرد و برام بود که از راه مهرورزی و دادگستری مردم را به مسیحیت درآورد. خیمنس با چنین مسیحیتی مخالف بود و ملکه را تحریک کرد که حفظ عهد و پیمان با کافران لزومی ندارد و او را به صدور فرمانی که مورها را مجبور به قبول مسیحیت یا ترک اسپانیا میکرد 1499 وادار ساخت خیمنز خود به گرانادا رفت مساجد را بست تمام کتب و نوشته های عربی را که به دستش افتاد تومه آتش ساخت و بر تعمید دادن اجباری غیر مسیحیان نظارت کرد مورها همین که از دیدرس کشیشان خارج می آب مقدس از چهره کودکانشان می ستوردن. در شهر و در ایالات شورشهایی برخواست و در هم شکسته شد مطابق فرمانی که در دوازم فربیه 1502 از طرف مقام سلطنت صدور تمام مسلمانان کاستیل و لئون تا سی آوریل مهلت داشتند که میان مسیحیت و تبعید یکی را برگزینند مورها زبان به اعتراض گشودند که نیاکان ما هنگامی که بر قسمت اعظم اسپانیا حکومت میراندند به تمام مسیحیان تحت فرمان روایی خود بدون استثناء آزادی مذهب داده بودند اما این اتظارات در فرناندو ایزابل موثر نیفتاد پسران کمتر از 14 سال و دختران کمتر از دوازده سال حق نداشتند با پدران و مادرانشان از اسپانیا خارج شوند و به خواوندان فعودال اجازه داده شد که غلامان مور خود را به شرط آنکه بر آنها قول و زنجیر نهند نگاه دارند هزاران تن از مورها اسپانیا را ترک گفتند و بقیه تعمید پذیرفتند و به نام موریسکوها به جرم بازگشت به دین سابق جای یهودیان تعمید رافته را در تحمل مجازاتگاه دستگاه دست تفتیش افکار گرفت در طی قرن 16 هم سه میلیون مسلمان بظاهر مسیحی شده اسپانیا را ترک گفتند کاردینال ریشلیو فرمان 1502 را وحشیانه ترین فرمان تاریخ نامید اسپانیا با اخراج بازرگانان، صنعتگران دانش... دانشوران، پزشکان و علمای یهودی و مسلمان گنجینه بیحسابی را از دست داد و مللی که آنها را پذیرا گشتند هم از نظر اقتصادی و هم از نظر فکری سود فراوان بردند مردم اسمانی ها که از این فرمان به بعد جز یک دین نمی شناختند پاک تسلیم روحانیان شدند و حق اندیشیدن را جز در چارچوب سنن مذهبی از دست دادند خوب یا بد اسپانیا در شرایط قرون وسطایی باقی ماند در حالی که اروپا بر اثر انقلابهای اقتصادی فکری دینی و اختراع چاپ به سوی تجدد شتافت جلسه آینده هنر اسپانیا